سلام دوستان با آموزش مدیریت پروژه و نرم افزار آفیس پروژه در خدمتتون هستیم تو این جلسه میخوایم در مورد نحوه نوشتن یک پایان نامه با هم صحبت کنیم تو جلسات قبل اینکه ما چطور در مورد ساختار مقاله اینکه چطور توی ورد بنویسیم چطور از امکانات ورد استفاده کنیم صحبت کرده بودیم الان میخوایم در مورد پایان نامه یه مقدار با هم صحبت کنیم که افرادی که تو دوره کارشناسی ارشد دکترا هستند حتما پایان نامه خواهند داشت و پایان نامه گفتیم که سندی هستش که فعالیت هایی که ما واسه حالا دانشگاه یا یه ارگانی انجام دادیم فعالیت علمی که واسهشون انجام دادیم و تو اون خلاصه میکنیم و می نویسیم و اونو ارائه میکنیم و در یک جلسه به نام جلسه دفاع از کاری که انجام دادیم پشتیبانی و حمایت میکنیم تا بتونیم مدرکمون رو از اون دانشگاه اخذ بکنیم یا اینکه از اون ارگان چیزی که میخوایم رو به دست بیاریم خب اه حالا اه تو این جلسه من در مورد ساختار پایان نامه خودم صحبت میکنم و حتی فایل پی دی افش هم براتون قرار میدم اگر خواستین مطالعه کنین خب پایان نامه اصولا تو دانشگاه مختلف استاندارت های متفاوتی داره حالا تو دانشگاهی که منده بودم و تو اونجا تحصیل می کردم استانداردی که پیش روی من گذاشته بودم پایان نامه رو بر اساس اون نوشتم اما خب یه چیزایی داره مثل مقالات که تو همه پایان نامه ها صدق می و ما اونها رو می با هم دیگه صحبت کنیم که چطور اونها رو تبیه کنیم خب توی صفحه اول که باید خالی بذاریم واسه پایان نامه که میخوایم جلد قرار بگیره و بعد یه صفحه خالی بیادش یه صفحه بسم الله الرحمن الرحیم حتما سش میذاریم و بعد از بسم الله الرحمن الرحیم میتونیم تقدیر یا تشکر نامه قدردانی بکنیم که اینجا بنده نداشتم و بعدش صفحه اولی که میاد در واقع نام دانشگاه خود پایان نامه چه در چه جهتی رشته تحصیلی و عنوان پایان نامه عنوان تزی که داشتم رو اینجا می که این توسط شما و استاد راهنمایتون تعریف میشه و خب همونطور که توی مقالاتم صحبت کردیم نباید خیلی طولانی باشه عنوان نباید خیلی کوتاه باشه باید کلا شخصی که عنوان رو میبینه با در واقع متوجه بشه که موضوع پایان نامه در چه موردی هست و چه چیزی تو اون صحبت شده و خب همونطور که میدونی از تایتل استفاده میکنیم توی قسمت استایل ها و تایتل رو تعریف میکنیم که قبلا با هم داشتیم و بعد اسامی استاد راهنما استاد مشاور و دانشجویی که این رو تهیه کرده و تاریخ تهیه پایان نامه خب البته این هدر رو بنده خودم قرار دادم تایتل رو اینجا فیلدش رو همونطور که خاطرتون هست تو قسمت Insert Field Document پراپرتی تایتل رو انتخاب کردم این هم Author, uh, author uh, نویسنده توی اینجا رفتم و توی قسمت Document پراپرتی نویسنده رو انتخاب کردم خب بعد از صفحه اول یک خلاصه دقیقا مانند مقاله فقط تعداد کلماتش بیشتر هستش یه خلاصه ای رو آوردیم که متشکل از 210 کلمه هست که فکر میکنم تا اونجا که یادم تا 280 کلمه باید ماکسیموم باشه خلاصه ای که می و یک صفحه جدا باستش قرار میدیم و بعد از اون فهرست مطالب خب فقط توجه داشته باشین الان اینجا من هیچ چیزی ندارم میبینین نه هدر دارم نه فوتر دارم نه شمارش سفر رو انجام دادم چطور این کار رو انجام دادم ولی اینجا هدر اومده شما اگه خاطرتون باشه وقتی من هدر رو میذاشتم باسه کل اون داکیومنت هدر میومدش ما اینجا توی قسمت لایوت چیزی داریم به نام بریکس که اینجا بین صفحات یا بین کلمات ببخشید بین پاراگراف ها میتونیم بریک بذاریم و بگیم آقا یک شکست اینجا بده یک بریک بده حالا یه فصلی قرار شروع بشه یک زیربخشی قرار شروع بشه هر چیزی از این بریک ها استفاده میکنیم اگر بریم تو قسمت ویو تو قسمت ویو outline ما بریک هایی که اینجا دادیم رو میتونیم ببینیم توی این قسمت وقتی که شروع کردیم یک بریک رو دادیم خب میبینین صفحه اول خالی بود صفحه بعد یه بریک دادم رفتم صفحه بعد دوباره یه بریک دادم رفتم خلاصه رو گذاشتم و دوباره یه بریک دادم اگر توجه کنید نوع بریک ها متفاوته اینجا کانتینیوس هست اینجا آد پیج هست یعنی حالا با ساتون تعریف میکنم فقط میخواستم بریک ها رو ببینیم با توسط این بریک ها من به فایل ورد میگم که آقا از اینجا به بعد یه شکست بده چون متفاوته نوع برگ من نوع مثلا نوشت دارم متفاوت میتونه باشه دایرکشن پیج هم میتونه متفاوت باشه هر چیزی که با قبلی میخواستیم متفاوت باشه از این بریک ها میتونیم استفاده کنیم خب بسید اینکه این پیج طولانی هست برخش این تز... اه... پایان نامه بلند هست من میرم تو قسمت ویو نویگیشن پن میذارم که راحت بتونم بین بخش های مختلف مانور بدم و بتونم برم بیرم. خب وقتی که من اینجا هستم حالا یا کتاب دارین چاپ میکنین یا هر چیزی توجه کنین وقتی که جلد کتاب رو باز میکنین یک صفحه سفید میبینین بعد از صفحه سفید یه حالا بسم الله الرحمن توی پایان نامه داریم که نیازی به بریک نداشتیم تا اینجا بعد از اون دوباره میرم صفحه بعد من اینجا رو فقط پیج بریک زدم میخواستم یه صفحه خالی باشه اومدم اینجا رفتم تو لایود بریک یه پیج دادم رفتم پیج بعدی تو اینجا هم همینطور این رو قرار دادم بعدش بعد از این عکس اومدم پایین تر یه بعد این یه بریک دادم که حالا عکس گذاشتین اینترش رو چسبیده به خود عکس به سختی میتونم حالا سلکتش کنم بخاطر همین میرم تو قسمت ویو آوتلاین که راحت بتونم اون بریک هامو بگیرم تشخیص بدم اینجا یه بریک دادم خب میبندمش بعد از این هم که بریک دادم اومدم اینجا این رو نوشتم دوباره یه بریک پیج دادم بریک پیج هم میتونه ولی تفاوتی نداره یا بریک ایونت پیج به حال این کلش باید توی یه صفحه باشه دیگه بیشتر از یه صفحه که نمیشه بخاطر همین تو صفحه بعدی که فرد هستش قرار میگیره یک صفحه که بریک میدونی میکنه یه صفحه بعدش میدازه میایم اینجا خلاصه را قرار میدیم توی خلاصه از اینجا به بعد بهتره که کلا پیج بریکتون به شیوه آد باشه چرا میگم آد وقتی که جلد رو باز میکنید صفحه یک رو میبینیم وقتی که مثلا ده تا صفحه گذشت وقتی که میخوایم بریم پیج یازده رو ببینیم خب وقتی که من بریک میزنم این پیج روی من فرد هستش همیشه یعنی اینکه اگه من ایون بزنم پشت برگه یعنی باید یه برگ اینوری برم از این بکشم شکلش رو که راحت تر ببینیم خب خب اینجا میکشم بعد پای میکنم این الان یه کتاب باشه درسته حالا یا پایان نامه یا هر چیزی اینم بسته است درسته خب وقتی که من اینو بازش میکنم به این شیوه میشه دیگه خب حالا ببخشید که بد کشیدم این صفحه همیشه این طرف زوجه این طرف فرده یعنی من اینو که دوباره میبرم این ور یه صفحه زوج میشه این ور دوباره فرد میشه اینجا من همیشه توی چشم میخوام باشه اینا رو توی فرد قرار میدم بریک فرد میکنم آد میکنم اگه بخوام توی پشت قرار بگیره یعنی مثلا حتما طرف باید یه برگ بزنه پشت برگر از این زاویه ببینه باید بریک ایون بزنم زوج بزنم خب توی این قسمت که میخوام فرد باشه بریک هاتون برای فصل ها مثلا شروع فصل ها همیشه باید فرد باشه حالا هم نگاه میکنیم من تو جلسات بعدی حتما یه کتاب هم که ترجمه کردیم و چاپ کردیم من بسیتون میارم که توی کتاب هم این بریک ها رو بهتر میتونیم مشاهده کنید. پس باسه شور فصل مثلا عنوان باید توی فرد باشه فهرست باید از فرد شروع بکنه خب و غیره خب من اینا رو پاک کنم که نوشتم خب حالا دون سیو میکنم آخرش خب بریم از فرس شروع کنیم پس من اینجا یه بریک زدم فرست کردم بعد میام اینجا میخوام به طور مثال یه چنین هدری داشته باشم توجه کنید لینک تو پریویوز هستش یعنی چی لینک تو پریویوز هستش یعنی متصل به قبلی من یعنی این خب چون اینجا هم یه بریک زده بودم دیگه این دیگه لینک تو پریویوز نیست چون پریویوز اون سفیده این بالا ناکنی این سفیده وقتی که من میخواستم این رو تهیه بکنم به صورت پیش فرض لینک تو بودش من اینو برداشتم و این رو نوشتم خب پس لینک تو پریویوز رو بردارین اگر خواستین هدرتون متفاوت باشه و این کار رو به از هر فصل یه بریکی که میدیم بریک فرد میدین دوباره تکرار میتونیم بکنیم که حالا تو اینجا من همه رو یکی گذاشتم توی جلسات بعدی متفاوت ها رو بهتون نشون خواهم داد خب بعد پس اومدیم فهرست مطالب رو اینجا قرار دادیم یادتونه که میمنیم تو رفرنس تیبل آف کانتنت قرار میدیم و به راحتی این فهرست ما اینجا قرار داده میشدش و خب یه مقدار دستی شاید درستش میکردیم خب بعد از فهرست ما باید جداول رو فرست جداول رو قرار بدیم یعنی چه جدولی شماره جدول عنوان جدول و صفحه‌ای که تون جدول قرار داده شده به ترتیب بیاریم که با هم دیده بودیم میتونیم از قسمت کپشن ها و اینزر تیبل آف فیگورز استفاده کنیم که توی این قسمت جدول رو انتخاب میکردیم و قرار میدادیم بر اساس اون جدول رو با ما عنوان و شماره صفحه رو میکشید میذاشتش بعد باید, بعد شکل ها اشکالی که توی پایان نامه استفاده کردیم رو بیاریم که این هم از همون طریق این زیر تیبل آف ویورز و توی اینجا شکل رو انتخاب میکنیم و قرار میدیم و اگر تغییری نداده بودیم توی اینا میتونیم به راحتی اونا رو آپدیتشون کنیم خب دوباره یا قرار بدیم یا آپدیت تیبل رو بزنیم اینجا و آپدیتشون کنیم که به دو صورت بودش یا کلش آپدیت میکنیم یا فقط شماره صفحه رو آپدیت میکردیم که با هم دیده بودیم اینو خب یه نکته اینجا توجه کنیم شماره صفحه هستش درسته توی شماره صفحه اگر توجه کنیم من تو قسمت فرست تو خیلی از کتاب ها هم دیدیم اینجا شماره صفحه ندارم چون خلاصه توی یه صفحه هست هم توی یه صفحه از اولین فرست شماره صفحه من شروع میشه خب که این از ب شروع شده الان اینجا و خب درست نیستش بعد از الف شروع بشه یه مقدار الفش فقط یادم مشکل داشت خب من اگر خاطرتون باشه توی فلوتر میومدیم پیج نامبر رو توی تمرین شماره یک گفته بودیم اینو چجوری قرار میدیم پیج نامبر رو قرار میدیم وقتی که پیج نامبر قرار میدیم اشتباهی توی هدر قرار دادم پیج نامبر رو قرار میدیم تو قسمت باتم پیج اینجا یک کدوم حالا انتخاب میکنیم و قرار میدیم یه حالتی که میخواییم و میخوام این تغییر بکنه مثلا اصولا به صورت اولیه عدد میذاره حالا اینجا نیستش میریم توی فرمت پیج نامبر تو این قسمت من میتونم عدد بذارم عدد با دش بذارم مثلا این طرف اون طرفش یه خط تیره میذاره و میتونم الف به ت بذارم الف به جیم بذارم ابجد بذارم که من اینجا الف به ت رو انتخاب کرده بودم میتونم حتی اینکلود هدر هیدینگ بذارم یعنی شماره هیدینگ منو بذاره عنوان منو بذاره مثلا فصل یک صفحه یک فصل یک صفحه دو و الی غیره که خب ما اینجا از این قضیه انتخاب استفاده کردیم که الف به ته گذاشتم و گفتم از الف شروع کنه اما چرا اینجا به گذاشته به خاطر چی هستش که این قسمت به گذاشته به خاطر این different first page هستش من اومدم گفتم صفحه اولم متفاوت میتونه باشه و اون شماره رو واسه صفحه اول حذفش کردم و دیگه این صفحه اول رو نشون نمیده چون آ زیاد جالب نبودش خب ما نداشتیم حالا بورد نداشت الف داشتیم در واقع به جای آ که من از این طریق تونستم آرا حذف کنم خب حالا شما میتونید مثلا فرمت های دیگر رو بذارین خب اینم هم از نحوه نامبر کردن اعداد خب وقتی که یک سیکشن رو عوض میکنیم دیگه میتونیم از اینجا به بعد دوباره عدد هم نحوه عددی صفحاتمون هم عوض کنیم خب میاییم توی قسمت بعدی سیکشن بعدی من این سیکشن رو فقط بهتون میگم بریک چی داده بودم اینجا الان بریک چون توی فوتر هستم خاموشه بریک آد داده بودم یعنی از صفحه فرد شروع کنه خب این هم صفحه فرد من صفحه یک من هست که شروع میخواد بکنه اومدم توی قسمت دیزاین فوتر پیج نامبر باتم رو دوباره انتخاب کردم قبلیه رو حذف کردم لینک تو پریویوز اگر بود لینک تو پریویوزش رو بر میداریم. و بعد میام این باطمه وسط رو انتخاب کردم و گذاشتم و فرمتش هم گفتم استارت از یک باشه خب continuous from pre from previous sectionش هم برمیدارم چون سکشن قبلیش متفاوت بوده دیگه خب حتما استارت از یک رو با سه دفعه اول قرار میدیم خب میدینگه هم که نمیخواستم داشته باشه و از فصل بعدی شروع میشه به قرار داده یعنی ادامه داده یعنی continuous from previous section رو باید قرار بده یعنی اگه من میام توی فصل سه خب از اینجا بعد باید, باید, باید دیگه اگر تغییر بکنه باید continuous from continuous from previous section رو داشته باشم که تا آخر یه چنین عددی رفته باشه. بعد اگه section رو عوض کردم دوره link to previous رو ور میدارم میام توی page number و حالا یک فرمت دیگه یا اگر خواستم یا از یک دوباره شروع کنم رو قرار میدم خب حالا بریم سراغ خود پایان نامه تو خود پایان نامه همونطور که توی فهرست مطالب دیدیم ما یک مقدمه حتما داریم همونطور که توی مقالات اگر خاطرتون باشه داشتیم تعریف میکردیم مقدمه چی هستش توی پایان نامه هم من توی مقدمه به صورت دیتیل تر توی مقاله خب یه خلاصه تر هستش که قرار میدیم اما توی م... اه... پایان نامه با جزئیات بیشتر مقدمه رو می نمیسیم. خب؟ اه... که این مقدمه تشکیل شده از تعریف مسئله من مثلا مسئله روزنامه فروش بود یه کنترل مرجیدی تکدوریه هست در چه خصوص داریم پژوهش رو انجام میدیم به چه هدف و ساختار این پژوهش من پایان نامه من به چشی یعنی چه شیوه است یعنی یعنی تو چه فصلی چه چیزی رو میخوام بگم به صورت خلاصه فصلهای مختلف رو تعریف میکنم فصل دوم اکثر پایان نامه ها به پیشینه پژوهش یا همون مرور ادبیات برمیگرده خب که توی این مرور ادبیات من اومدم تمامی کارهایی که توی این پایان نامم انجام دادم رو رفتم دیدم که آقا قبلی ها و دانش در واقع دانشجویان قبلی حالا دانشمندان محققین قبلی چه کارهایی تو این زمینه در مورد کنترل موجودی تک انجام دادن من از این الگوریتم استفاده کردم این الگوریتم توسعه دادم قبلی ها چش بود چه جوری بود چرا باید اینو توسعه میدادم و از کجا اومده و همینطور در مورد الگوریتم دیگه و کارهایی که انجام داده بودم یک پژوهشی رو یک مرور ادبیات جامعه رو سعی کردم تشکیل بدم که خیلی از دوستان اگر مرور ادبیات خوبی رو انجام بدم و واسه داشته باشن میتونن اینو تبدیل به یک مقاله کنن خب و مقاله مرور ادبیات بدن همونطور که قبلا صحبت کردیم توی فصل سوم پس از اینکه مرور ادبیات رو انجام دادیم حالا میایم میگیم که اوکی مثلا اون رو دوباره تعریف میکنیم البته تو مرور ادبیات باید یعنی تو مقدمه وقتی که من اهدافم رو از این پژوهش دارم میگم حالا چون اینجا یه کار پژوهشی بود و کار کیس استادی مخصوصا نبودش باید بگم که آقا من تو اینجا به چه هدف دارم پایان نامم رو انجام میدم و چه مشکلی رو حل می کنم یا چه کار جدیدی دارم انجام میدم توی این نور ادبیات هم خلایی وجود داشت و خلایی رو دیدم خب چه خل... کدوم رو برطرف کردم درسته اینا رو باید توی این قسمت پایان نامه هم ذکر کنم بعد از اینکه اینا رو ذکر کردم میگم اوکی من مخله رو میخوام برطرف کنم دیگه میام مسئلهمو یا مدلمو حالا اینجا مدل ریاضی هستش یا چیزی که میخوام حلش کنم و تعریف میکنم حالا حالا دیگه وارد اصل قضیه کاری که انجام دادین میشیم و حالا من اینجا موارد مختلفی رو داشتم دیگه مثلا به سه حالت حالا تبدیل کرده بودم گفتم مثلا من سه حالت داره و غیره تمام کارهایی که کرده بودم اون مدل ریاضی و غیره غیره اومدم تعریف کردم الگوریتم حل واسش ارائه دادم حالت مختلف رو در نظر گرفتم و تحقیقات و پژوهشی که انجام دادم و اووردم بعد از این قضیه الگوریتم حل اومدم گفتم اوکی میخوام یه کاری کنم که بگم آقا این مدلی که من تهیه کردم قابل حل هستش مفید هستش مثال های عددی واسه رو یا حتی خیلی که افراد واسه اینکه که یک دال محکم یک سندیت محکمی داشته باشن کیس استادی میکنن و میگن اوکی من این مدلی که حل کردم بردم در واقعیت و حل مسئله واقعی رو باهاش انجام دادم خب یا اینکه از مثال های قبلی مثال هایی که قبلا افراد مطرح کردند و مثال های معروفی هستند اونها قبلا با یه مدلی حلش کردم به یک جوابی رسیدم من اومدم اونو دوباره مدل کردم با این الگوریتم با این روش حل به یک جواب بهتری رسیدم با سرعت بهتری و غیره حالا تو رشته خودم و تمام کارهایی که کردم و اینجا ارائه دادم و خب بخش بندی اینجا دیگه بر اساس هر کاری که انجام میشه متفاوته تا اینکه میرسیم به در بالا خب زیادی رفته بودم ببخشید تا اینکه میرسیم به بحث و نتیجه گیری که توی چیز مقالات اینو داشتیم در آخر باید یک بحث و گفتهگویی کنم از به صورت خلاصه چه کاری انجام دادم به چی رسیدم و چه نتیجه میتونم بگیرم و چرا خوبه و چه کاستی هایی داره و به آیندگان چه پیشنهادی میدم همه این رو باید باید که بهتر ذکر کنیم و خب یک ساختاری داره که بعد نتیجه گیری حتما توش باشه بعد از این فصل که نتیجه گیری گفتم مرابمو ذکر میکنم و پیوست ها توی پیوست ها من در واقع داده های بیشتری که من مثال های عددی داشتم اونا رو حل کردم داده های هم رو آوردم جواب هایی که به دست آوردم عدد ها رو آوردم واسه اینکه یک شخصی که بخواد کار من رو تکرار بکنه به اون اعداد هم دسترسی داشته باشه و بتونه از همین الگوریتم استفاده کنه و به همون جوابم هم برسه و بخواد یه الگوریتم بهتری رو به بده و بگه به جواب های بهتری رسیدم پس باید قابل اجرای دوباره باشه بخاطر همین توی این قسمت پیوست ها من تمام داده هامو مربوط به مسائل عددی رو آوردم خب بعد از اون که حالا جدول اینا هستش پس این ساختار پایان نمر رو با هم دیدیم و اینجا حالا من اگر بخوام حتی تندم رد کنم خب زمان خیلی میگیره ولی به صورت خلاصه اگه بخوام بتون بگم اینجا من از عنوان هیدینگ یک استفاده کردم نا کنید تو اینجا من سرفصل تعریف کردم نیومدم همون هیدینگ یک رو تغییر بدم پیشنهاد من اینه که هیدینگ رو تغییر بدین و از همون استایل رو استفاده کنید ولی میتونین هر چند تا که خواستین حتی من زیر شکلامو خواستم خودم تعریف کنم و از اول تعریف کردم میتونین از اول هم تعریف کنید اینجا رفرنس به داخل همون برگه دادم که با هم دیده بودیم که چطور میتونیم پاورقی اغ... پاور اغ... بنویسیم و فصل یکم دوباره از یک شروع کردم میخواستم از مقدمه نه همون مقدمه از فصل دیگه گفته بودم و خب اینجا رفرنس دهی کردم که در از طریق همون رفرنس ها توی منیج سورس استفاده میشه و میتونیم بیاریم خب دیگه اینا رو فارسی نوشته بودم اینجا و در آخر اینزرت کردم موضوع پژوهش هم اومدم گفتم توجه داشته باشین موضوع پژوهش دقیقا اومدم گفتم توی این پژوهش چه کاری رو ما شروع کردیم چه چیزی مد نظر هستش و اومدیم یک تعریف رو کردیم که چرا یه چنین مسئله رو تعریف کردم و برای چی مسئله مهم هستش چرا این مسئله تعریف کردنش مهمه و بسیار مثال این قضیه اهمیت پیدا میکنه و تا حالا مدل ریاضی هم دنبال چه کاری هست و به بهبود چه قضیه هستش و اینجا اومدم دلیل و هدف اصلی خودم و از این قضیه که این کار رو انجام دادم گفتم و دنبال برطرف سازی چه خلایی هستم و اینم ساختار پژوهش هستش که گفتم در ادامه این پژوهش در فصل دو فلان چیز گفته شده الا فصل چهار فلان چیز گفته شده و غیره خب و اینجا اومدم مرور ادبیات هم رو ارائه دادم تو اینجا بیشتر رفرنس دهی انجام میشه و اگر خواستیم رفرنس اضافه کنیم اگر اون کار نکرده باشین خیلی سخته اگر از این منیش ریسورس سورس استفاده نکرده باشین اومدم طبقه بندی کردم انواع اقسام و بر اساس بازه زمانی بهتره برین جلو مثلا اول قدیمی ترار رو بیارین مثلا این اشتباهه خب منم موقع کسی نبوده بهم درست بگه تو دانشگاه خوب نیومدم بگن ولی تو مرور زمان متوجه شدم بهتری که طبقه بندیتون هم بر اساس زمان باشه هم بر اساس موضوع خب اینجا باز نسبتا رایت شده عزیز. بعد در مورد حالا الگوریتمی که استفاده کردم یه توضیح مور ادبیاتی آوردم اینجا رو توجه داشته باشیم من اومدم علائم رو میخواستم نشون بدم یه جدول درست کردم خب تشکیل شده از دو ستون و تعداد علایمی که میخواستم سطر خب که دیگه راحت این فیت بشه تکون نخوره مثلا نمود فرمولامو راحت بذارم فرمولام اینجا راست میذارم و اینجا هم توجه کنید که من بین کلماتم از فرمول استفاده کردم از همون طریقی که قبلا بهتون گفته بودم خب اینجا اینم یه نکته هست که خوبه بهتون بگم اینجا هم از جدول استفاده کردم واسه شماره دهی معادلاتم خب یه جد حالا اگه یه دور معادله داشته باشم یه, ج... یه جدول رو گذاشتم از دو ستون و یه سطر میتونیم بذاریم و اینجا معادله رو بنویسین راحت راستشینش کنیم و اینجا شماره معادله من اینجا از شماره معادله که استفاده یادم استفاده نکرده بودم و خیلی هم اذیت شدم اینجا هم میتونین اینزرت کپشن بکنین و اینجا معادله تعریف کنین حالا اینجا معادله عربی هسته شما میتونید یه دونه می نیو لیبل بنویسیم معادله خب و توی معادله که قرار میدین لیبلش رو حذف کنین لیبلش رو نمیتونین حذف کنین اکسکلود لیبل کپشن اینجوری میتونین لیبلش رو حذف کنین و هدینگ هم بهش اضافه کنین خب توی نامبرینگش اینکلود هدینگ اوکی نگاه کنین الان دیگه راحت میتونستین حالا یه پرانتز هم باز و بسته هم بهش اضافه کنین خب حالا یه مقدار سخت میشه کار کردن چون انگلیسی و فارسی یه ذره مشکل داره حتی رفتن به این و اون بره سخت میشه اینو باید انتهاش بشه. حالا اوکی میکنم اینو باید سعی کنیم درست کنیم حالا میتونیم اینجا خودتون پرانتز بذاریم یا اصلا پرانتزی نذاریم با و معادلتون اینطوری شماره دهی کنید که بعدا عوض شد یه معادله کم و زیاد شد دیگه اذیت نشید خب چون من موقعی یادم خیلی هم اذیت شد مثلا این قضیه خب ادامه بدیم فعلا چیز مهمی نبود که من میخوام ببینم تو همین نوشته ها نکته ای که هستش رو بهتون بگم اینجا از گیومه استفاده میکنیم به جای دابل کوتیشن دابل کوتیشن واسه دا کوتیشن واسه انگلیسی ها هستش خب فکر نمی کنم نکته خاصی آها آه یه قسمتی هستش که من اینجا حالا جلوتر یه شکل هستش توی ورد میتونین این رو هم راحت بکشن البته اینو من فکر کنم توی ماکروسافت ویزیو کشیده بودم یکی دیگه که توی نهان کنیم چه معادلات بزرگی میتونیم بکشیم اینجا خب. این علامت سوال ای که اینجا میبینیم من یه مقدار کیبورد توی این کامپیوتری که دارم متفاوت هستش و نتونسته بشناسه اما تو سیو از پی اف که کردم راحت ویرگوله ها رو شناخته مشکل تو کامپیوتر هر کسی میشناسه من, من یه مقدار کیبورد هم توی این یکی متفاوته نتونسته بشناسه خب اون شکل رو میخواستم باستاتون پیدا کنم آها نا این شکل رو من حتی داخلش هم فرمول نوشتم اگه توجه کنین خب اینو تو خود ورد من کشیدم اومدم چیکار کردم ورد یک جایی داره البته تو اکثر آفیس هستش اگه قبلا هم با آفیس کار کرده باشیم خب یه دونه اسمارت آرت داره که های از پیش تعریف شده خود ورد هست که میتونین استفاده کنین حالا اینجا من زیاد استفاده نداشتم که بخوام بیارم ولی میتونین مثلا از اینو هم استفاده کنین گفتم که دارم بهتون گفته باشم یا یعنی اینکه مثلا بیاین اینجا شیپ یه اول نیو دراینگ باکس بذارین همطور که اینجا گذاشتم و تو این شکلتون رو از این طریق حالا تو چیز دوباره زرت بریم میتونید بکشین اصلا دایره بندازین نوع دایرتون رو شیپش رو تغییر بدین رنگش رو اصلا تغییر بدین چیزی که میخواین حتی داخلش فرمول یا تکست بنویسین و این شکل رو ایجاد بکنین تو بورد که اصلا کار سختی نیستش و میتونین استفاده کنین اصلا فرمات هم برین اینجا میتونیم یه دونه شکل رو انتخاب میکنین و میتونیم بذاریم به راحتی نگرفتتش دفعه خب و مثلا از این کمان میتونین استفاده کنیم بسید اینکه اینا رو به هم متصل کنیم دیگه این رابطه داره و غیره این هم خیلی راحت کرده شکل کشیدن توی بورد و هر چیز بسیار خوبی هستش خب دیگه فکر نمی کنم مورد خاصی باشه که من بخوام بهتون بگم توی پایان نامه بحث و نتیجه هم میخوایم با هم ببینیم که تقریبا که دو صفحه در مورد بحث و نتیجه گیری گفتم کار حالت ها رو با هم مقایسه کردم و مثلا برای توسعه بیشتر پیشنهاداتی رو دادم و بعدش منابع منابع فارسی و انگلیسی رو آوردم تو اینجا <تص> که اینزرت رفرنس رو داشتیم اینجا بابیلوگرافی رو داشتیم که میتونستیم بنویسیم و در نهایت فصل 6 پیوستا هستش که بهتون گفتم دیتا ها رو نا ناکن این جداول بسیار بزرگی هستش که من اینجا آوردم خب این نبود این البته این, این جدول همینطور تکرار میشه و میره پایین اگه توجه کرده باشین داده ها الان سلکت هم نمیتونم بکنمش در واقع عنوان جدول من ریپیت شده تو هر صفحه تکرار شده اینو چطوری ایجاد کردم اینم کاری نداره قسمت... تو قسمت ببخشید تو قسمت لایوت ریپیت هدر, هدر روز رو میتونم انتخاب بکنم و اونطوری سطر اولی که به عنوان هدر شناخته رو میاد تو هر صفحه تکرار میکنه ولی تو صفحه بعد دیگه نمیتونم اینو انتخاب بکنم تغییر بدم داده دو رو بخوام تغییر بدم کلمه شو بعد بیام توی اولین جایی که هدرم تغییر شده مثلا تغییر خودم رو بدم و تغییرات تو همه جا اعمال میشه خب فکر نکنم دیگه مپسه خاصی توی پایاننامه نامه وجود داشته باشه که بخوام بگم فقط تو زمان تهیه پایاننامه نامه این مسائل رو رایت کنین و خب تو دیگه حینش استاد راهنماتون حتما خیلی کمک خواهد کرد و به نتیجه میزین فقط آخر پایان نامه رو تبسیه باز به دانشگاه داریم یه خلاصه انگلیسی رایه بدین و اینکه اون صفحه اول رو به صورت انگلیسی اونجا بنویسین که این کار رو هم بنده انجام دادم و بعد خب باید چاپش کنیم و جلد کنیم و به کتاب کنه به دانشگاه دو جلد ارائه بدیم فکر کنم آره اونا رو دیگه خود دانشگاه بهتون میگه و توی ایران داک سبتنام کنیم ممنون از توجهی که کردین امیدوارم مفید واقع شده باشه و بتونین مخصوصا راهنمایی باشه واسه اشخاصی که تازه وارد مقطع کارشناسی ارشد شدن یا میخوان برای اولین بار پایان نامه رو تهیه بکنن و بتونن ازش استفاده کنن ممنون از شما خدا نگهدار